این جمال کیه؟ تو خوب میشناسیش؟ هم دوره سربازیمه، پسر قابل اعتمادیه، میشناسمش. دوره سربازی با زندگی فرق میکنه. من اصلا ازش خوشم نیومد. بهتره مراقب رفت آمدت باشی. تو این بازار خیلی حقه و کلک هست. این چشما چیا که ندیده؟ نگران نباش استا، حواسم جمعه. عزیزم، وقت داری؟ ما دیگه داریم میریم. خواستم قبل رفتن ببینمت. خوش بگذره. تو هم خیلی مواظب خودت باش عزیزم. اولش برای برنامه ریزی مهمونی خیلی ذوق داشتم، ولی دارم فکر میکنم که ازش بگذرم. اما میدونی که تو لحظه آخری نمیشه این کارو کرد. اگه چیزی شد حتما به هم زنگ بزن، باشه؟ آیدن، برای چی اینقدر بزرگش میکنی؟ چه میدونم عزیزم، بعد از مدت طولانی دارم ازت جدا میشم، برام سخته، درکم کن دیگه. بگذاریم، اجه منتظرمه. برم به پسرمونم سر بزنم، بعدشم برم. پایین میبینمت عشقم. یکی یه دونه من، گل پسر خودم. دلم برات تنگ میشه. وقتی من نیستم شیطونی نکنی یا باشه، وگرنه کلامون میره تو هما. باشه مامان. مامان جون عزیزم، همین که رسیدین خبر بدین. باشه؟ باشه مامان جون. فقط یه روز از هم جدا میمونیم، فردا بازم کنارتم، مطمئن باش. یالا بریم دیگه. آره برین که دیره. خدافظ. جمال چه خبر رفیق؟ سلامتی رفیق، کار میکنم، تو چه خبر؟ خب الان برات یه ماشین دیگه میفرستم، باشه؟ باشه، ولی الان سرم شلوغه. باشه، من برات احسانو فرستادم که کمکت کنه. احسان کیه؟ از بچهای خودمونه. آره من از قدیم میشناسمش، بچه خوبیه، همه کار از دستش برمیاد، نگران چیز نباش. والا جمال شرمنده میکنی. دیگه از این حرفا نشنوما، فقط دوست دوران سربازیم نیستی. فراموش نکن که داداشم هم هستی. دمت گرم جمال، حواسم بهش هست. خب من قطع میکنم، بعدم بهت زنگ میزنم، باشه؟ ممنون جمال. اوسا، جمال داره یه ماشین میفرسته. خوبه، چشمت روشن. اینطوری پیش بره شیش ماه نشده نونمون تو روغنه. دنبال چی میگردی؟ دنبال آجر خونه سازی هم میگردم. آها، اونه که تو حیاط موندن. مسابقه که دادیم یادت میاد؟ نه ای کشتا، نمیذاشتیمشون. بیا با هم بریم بیاریمشون عزیزم. نه میشه تو بری بیاری؟ من نمیام، باید نقاشیمو رنگ بکنم. باشه نقاشی تو رنگ کن، من میارم. صبح بخیر. صبح بخیر عشقم. چطوری عشقم؟ خوبم، خیر باشه اول صبحی. اومدم عشقمو ببینم، ولی زیاد وقت ندارم، میرم سر کار، دیرم میشه. ولی دلم طاقت نیاورد، گفتم ببینمت. اگه بوسی داری خریداری. کافیه تو بخوای آسیه، من یه بوس نه هزار تا بوس میدم. چقدر سرت تو کار گرم بود. یه کار جدید گرفتم آسیه و ادامه هم داره. وای خیلی خوشحال شدم.
پس جشن بگیریم؟ جشن بگیریم عشقم. پس امروز بعد از تعطیل شدنم خوراکی میخرم و میام. باشه؟ باشه. خب دیگه من برم. دیر نکنی یا؟ علی، اجاره رسوندی؟ رسوندم داداش. میشه بیای؟ میخوام یه چیزی بپرسم. بگوشم داداش. چند روزه همش یه صحنه میاد جلوی چشمم، ولی واضح نیست. یه خونه یه دو طبقه، شیرین، نقلی و کوچیکو به دل نشین، انگار که وسط یه جنگل گم شده باشم. فکر میکنم من اینو از کجا یادمه. یعنی همچین جایی هم هست؟ نه داداش، اگه رفته بودی من یادم بود. خونه یه اینجوری زیاده خیلی. یه خونه معمولی نیست، اینو حس میکنم. میدونی فکر کردن بهش به هم آرامش میده. جایی که بهش تعلق دارم انگار این خونه نیست. خونه یه که بهت گفتم. فقط همین خونه است؟ اینا هم یادت میاد؟ کجا رفتی و با کی رفتی؟ نه متاسفانه. کاش میشد بهت کمک کنم داداش. ممنونم علی. حالا میتونم برم؟ میتونی بری. اونجا خونه یه ماست نجات. خونمون یادت اومده عشقم. دوباره بیارش، من حواسم هست. قربونش برم، چقدرم غرق کاره. مرد پسرم، خسته نباشی. خوش اومدین. چایی داری پسرم؟ ببین سلما با دستای خودش برات کیک و بوریک درست کرده. زحمت کشیدی. این چه حرفیه؟ خودم خواستم. دستت درد نکنه. یالا پسرم دستاتو بشور تا گرمه بخوریش. مامان جون باید کار کنم، این اواخر کارم سنگین شده. پسرم مگه گشنت نیست؟ تازشم نمیای خونه یه چیزی بخوری؟ شدی پوست و استخون پسرم. مامان جون من همین الان یه چیزی خوردم، تو هم منو ببخش، زحمت کشیدی تا اینجا اومدی. میذارمش همینجا، گشنت شد بخورش. داداش آچار خواسته بودی؟ آره. بگیرش داداش. این پسره کیه مرد؟ واسه خودت شاگرد گرفتی؟ مامان جون یه کار جدید گرفتم. برای اینکه بدهی رو صاف کنم به شدت کار میکنم. خیلی پسر خوبیه، ازش راضیم. بدهی آسیه رو تو باید بدی ها؟ مامان اون بدهی منه، ربطی به آسیه نداره. باشه پسرم، من دیگه چیزی بهت نمیگم. هر کاری دلت میخواد بکن، به کارت برس. خدا قوت. دخترم ما باید بریم. اینم خودشو جر بده تا بدهی مردم رو صاف کنه. وقت نداره مامانشو ببینه. بریم. میبینمت مرد.
یلا ببینم. خودت چشماتو بسته نگه دار. یه وقت باز نکنی یا یکم این طرف تر. باشی بس هست دیگه نه؟ خب حالا میتونی باز کنی. نجات خوشت اومد؟ خوشم اومده که هیچی، عاشقشم. نمیدونستم اینقدر قشنگ نقاشی میکشی نجات. خب دیگه همینقدر بلد بودم کشیدم. چطور اینجا یه صندلی قشنگ بکشم؟ مثلا همیشه منتظره. یه پسر کوچیکم کنارشه، مثل من و پسرمون. من تو این نقاشی نیستم نه؟ مگه میشه نباشی عزیزم؟ این طرفشم تویی. بذار بکشم تموم بشه. خیلی قشنگ شد. بیا. صبح بخیر آقا عدنان. صبح بخیر. کل شبو کار کردم، صبح خواب موندم، معذرت میخوام. نگران نباشین، براتون اضافه کار مینویسم. اگه وقت دارین میخوام تغییراتی که تو طرح ایجاد کردم و توضیح بدم. آسیه خانم آروم باشین، عجله نکنین، بشینین نفسی تازه کنین. چون یکم دیر کردم، یکم هول شدم. شما حتما صبحونم نخوردین نه؟ نه اصلا نفهمیدم چطوری آماده شدم و اومدم. منم میخواستم برم صبحونه بخورم. بهتره که با هم بریم صبحونه بخوریم. همونجا تغییرات پروژه رو براتون تعریف میکنم. اگه مرت بفهمه همینطوریش هم از آقا عدنان خوشش نمیاد. همینجا بخوری. من زودی یه چیزی آماده میکنم و میام. باشه آسیه خانم، برای جلسه دیرمون میشه، لطفا. آبدی فیدان جونم، میخوای با ماشینام بازی کنی؟ آره عزیزم میخوام. بازم شکستت میدم. نابود شد. خب دیگه چه بازی کنیم؟ نوبت اینه. باشه. اینم شکستش دادم، نوبت این یکی. خسته نباشی رفیق. اوه خوش اومدی جمال. بگیر، اینجا 20,000 لیر هست. فردا پس فردا 20,000 لیر دیگه هم واسط میارم. ازت ممنونم جمال، واقعا به دادم رسیدی. این که چیزی نیست، تازه اولشه. من کار بیشتری برات جور میکنم، نگران نباش. دمت گرم. خب من دیگه برم، خدا قوت. خدافظ اوستا. بیا ببین اوستا، ببین تو این پاکت 20,000 لیره. 20,000 لیره دیگه هم بهم بده عالی میشه. اینجوری پیش بره به زودی بدهی و صاف میکنم. خیرشو ببینی پسرم، اما این پول زیادیه، آدمو تو فکر فرو میبره. از قدیم چی گفتم؟ تو حرف زیاد دروغ، تو پول زیاد حرام هست. تو خیالت راحت اوستا، جمال دوست دوره سربازیمه. بهت که گفتم پسر خوبیه، به من نارو نمیزنه. ایشالله من اشتباه کنم، ایشالله حق با تو باشه. توکل به خدا. همه جزئیاتو یادشه. با نجات حرف میزنم، میگم اون خونمونه، میبرمش خونمون. اگه آیدان خانم و کریمان خانم بفهمن برام مهم نیست. آقا توبرک. بفرمایین. چیزه، من داشتین با غلی حرف میزدین، یه هایی حرفاتونو شنیدم. داشتین از یه خونه حرف میزدین.
بله راستش این صحنه توی نواخر زیاد میاد جلوی چشمم. نمیدونم جایی که شما میگین هست یا نه، ولی من همچین خونه ای رو بلدم. داری جدی میگی؟ یه کلبه خیلی کوچیک و قشنگه، انگار که قبلا من اونو دیدم. آقا توپرک، من فکر میکردم این قدرت تخیل منه. خب کجاست؟ تو شیله است. اگه میخواین من میتونم شما رو اونجا ببرم. البته که میخوام، حتما. میگم شاید به اون خونه بریم، چیزای دیگه هم یادتون بیاد. تشکر از اینکه به فکر من هستین. اگه شما وقت دارین همین الان بریم. باشه، پس من برم براک آماده کنم. باشه باشه. شاید ما رو به یاد بیاری عشقم، روزایی رو که با هم سپری کردیم. من اومدم. خوش اومدی دخترم. چشم راحت بودم آسیه. الان تونستم بیام، اما ارزش انتظار کشیدن رو داره. براتون لحماجون آوردم و البته تریچه آوردم. او پس مهمونی برای احسان. بیام اون میزو بیاریم. اونم بیار. بفرما احسان. یاله بشین پسر. آسیه نمیدونی چقدر گشنمه، اصلا فرصت نشد چیزی بخورم، باورت میشه؟ سرت شلوغ بود؟ خیلی شلوغ بود عشقم. جمال کارهای خوب جور میکنه، همینطوری پیش بره تو 6 ماه بعدی بدهیمونو صاف میکنه، هزینه عروسی هم جور میشه. تو این کار اینقدر پوله؟ بله عشقم. عالیه. کجا داریم میریم آبجی فیدان؟ یه جای خیلی خوب میریم عزیزم، تو هم ببینی عاشقش میشی. واسه همین انقدر هیجان داری؟ این حرف از کجا آوردی؟ چون دستو دارن میلرزن. چون جاییه که خیلی دوستش دارم. اینم از این. بریم عزیزم، بابا تو منتظر نذاریم. باشه بریم. فیدان کجا دارین میری؟ میریم بیرون. با بوراک؟ کریمان خانم خونه نیستن، بفهمن عصبانی میشن. میگم نرین ها. با هم میریم حالیده خانم، نگران نباشین، مامانم اومد بهش بگین. چشم آقا توپرک. شما حاضرین؟ آماده. یلا ببینم. بعد از سالها با نجات میریم خونمون. خدایا خواهش میکنم همه چی یادش بیاد. هر کی هر کاری هم که کنه نمیتونه جداشون کنه. چی شده مرد؟ مشکلی پیش اومده؟ جمال به من گفت ماشین تصادفیه، اما انگار یکی عمدن به این ماشین صدمه زده. با یه جسم محکم بهش زدن. ببین؟ هیچ جاش رد دیگه ای نیست. یعنی چرا اینطوری کردن؟ بی خیال آسیا، مهم نیست. پس شیرینی بخوری، شیرین حرف بزنی. ممنون آسیا. نوش جونت. تو این بازار خیلی حقه و کلک هست. این چشما چیا که ندیده؟ استا یاشار، احسان، اینم برای شما. اصلا خوب نشد سلما، انشالله خدا بخیر کنه. گفتیم بعد این قضیه رابطهشون حتما خراب میشه، ولی نشد. مرت اصلا به من نگاه نمی کنه. همش تقصیر اون آسیه موزیه.
اینها کنه چسبیده به پسرم. معلومه خر پیدا کرده سوار شده. الان چی کار کنیم؟ صبر میکنیم. نباید خیلی بهش فشار بیاریم، وگرنه حسابی قاطی میکنه. میشناسمش. اخم نکن دختر خوشگلم. من که اینجا من تا وقتی زندم پسرمو نمیدم دست اون آسیه موزی. چی شده؟ ماشین یه مشکلی داره. خب راستش علی تازه برده بودش برای تعمیر. برم یه نگاهی بندازم. خب حالا چی کار کنی؟ موتورش مشکل پیدا کرده. باید به مکانیک زنگ بزنم. گوشی آنتن نمیده. بذار منم ببینم. وایسا عزیزم. گوشیم کجاست؟ نیست، تو خونه جا گذاشتم. حالا چی کار کنی؟ نمیدونم، صبر میکنیم، شاید یکی رد بشه. بابا ببین اونجا یه کلبه است. کجا؟ اونجا. همه با هم بریم اونجا، شاید تلفن داشته باشن. بیا عزیزم بیا. محض احتیاط میخوام شمارم رو بنویسم. ممکنه کسی بیاد. کسی هست؟ نرو عزیزم بیا. کسی هست؟ در قفله. کلیدش پیدا شد. اگه صاحبش بیاد عصبانی نمیشه؟ چرا عصبانی بشه؟ وضعیتمون مشخصه. آدمای بدی که نیستیم. مطمئن نیستم بی اجازه بریم یا نه. بیا اینجا بشینیم عزیزم. بابا من تشنم شده. من برم از ماشین کیفو بیارم.
اگه کسی رد شد ازش کمک میخوام. باشه؟ باشه آقا توبرک. الو سحر، چی کار کردی؟ چیزایی که گفتم و خریدی؟ آره خریدم. باشه دخترم، زود بیا خونه، کسی خونه نیست. مگه کجا رفتن؟ کریمان خانم خیریه است، آقا توپراک فیدان و براکو برده، نمیدونم کجا رفتن، نپرسیدم. باشه دخترم، وقت منو نگیر یالا. خدا کنه قبل از اومدن کریمان خانم بیان. براک جون بریم تو، اینجا هوا سرده، سرما میخوری. بابام کجاست؟ اونم اگه سردش بشه مریض میشه. نگران نباش الان میاد. بابام اومد. هیچکی این طرفا نیست، هوا سرده، چاره ای نداریم، مجبوریم به اینجا پناه ببریم. نجات، اینجا خیلی قشنگ نیست؟ آره خیلی قشنگه، ولی یکم سرده، سردت میشه. عیبی نداره، با تو سردم نمیشه. به با تو بودن میارزه، هر چهار فصل همه جا ارزش شد داره. منم باهات میام عشقم، کافیه تو کنارم باشی. کافیه تو کنارم باشی. من و نجات کنار هم هستیم، دور از خونه تو این کلبه هستیم، مثل روزی که تو ماهیگیری گذروندیم. ولی اهالی خونه چی؟ میپرسن کجا بودین؟ اگه بفهمن چی؟ امیدوارم ما اینجا زیاد نمونیم، اهالی خونه نگران میشن. کاری نمیشه کرد، بالاخره این دست ما نیست. بفرمایید. اینقدر به هم نزدیکی ولی از دور تماشات میکنم، لمس کردنت ممنوعه، حتی تو چشمت خیره شدن. عیبی نداره، حداقل الان کنارمی، همین به کل دنیا میارزه. هالیده، بفرمایین کریمان خانم. بقیه کجان؟ هیچ کی نیست؟ فقط من هستم. توپرا کجاست؟ فیدان و براکو گرفت رفت. کجا رفت؟ به من چیزی نگفتن. ای بابا، بذار از خودش بپرسم. زنگ بزنم. در دسترس نیست. شماره فیدان حفظی ها؟ بله کریمان خانم. بهش زنگ بزن. از پایین صدای گوشیش میاد. تو خونه جا گذاشته. ای بابا، اینا کجا رفتن؟ بچه‌رم با خودشون برداشتن بردن. حالا این دختره عقب مونده است، پسر من چشه؟ دم عروسی این کار درسته؟ آیدان به فهم قیامت بپا میکنه. حالا بیا و با آیدان سر و کله بزن. ای بابا، اینو ببر تو اتاقم. یلا برو. کسایی که تو این خونه بودن کجا رفتن آبجی فیدان؟ نمیدونم عزیزم. خب شاید رفتن دیدن آشناهاشون. اگه بیان ما رو بیرون کنن چی؟ عصبانی نمیشن؟ گمون نکنم، ما مجبور شدیم به اینجا پناه بیاریم. ماشینمون خراب شد، سردمون بود. اگه خودشونم خونه بودن به همون کمک میکردن. تو بودی کمک نمیکردی؟ میکردم.
آفرین به تو بوراک جون، خیلی مهربونی. باید به کسایی که مشکل دارن کمک کنیم، نه؟ آره. واسه شام هم همینا رو داری؟ آره عزیزم، اینا رو از اینجا پیدا کردم. به نظر تو با اینا میتونی سیر بشی؟ آره میتونم. منم میخواستم رادیو رو بگیرم ببینم کار میکنه یا نه. آرامش داره، مثل وقتی که تو خونه این نیست. میدونم حس نمی کنه که به اونجا تعلق داره. خواهش می کنم به یاد بیار همه ی خاطراتی که اینجا داریم و به یاد بیار نجات. بازم ما بشیم، واسه همیشه ما بمونیم. دیر وقته، حتما صاحب خونه نمیاد. همینطوره. نشد به اون خونه‌ای که گفتیم بریم. عیبی نداره، وقت زیاده. یه روز دیگه. بوراک خوابید. ببرمش تو اتاق. من میبرمش. منم کمک میکنم. الو آیدان جون، چطوری؟ حالا چطوره؟ خوبم مامان جون. به توپرک زنگ زدم، در دسترس نبود، به شما زنگ زدم. توپرک خوابه، تو اتاقشه. گوشیش خراب شده، یادم رفت بهت بگم. من فردا بهش زنگ میزنم، میگم زنگ زدی. خب شما چطورین ها؟ اینجا همه چی رو به راهه. بروکم خوبه. پارتی خدافزی با مجردی چطور پیش میره ها؟ خیلی خوبه مامان جون، همه دارن خوش میگذرونن، همه چی رو به راهه، کیف همه کوبه. خیلی خوبه. اجارو از طرف من ببوس باشه. چشم مامان، شب بخیر. شب بخیر. اوف اوف. هالیده، هالیده، الان میام کریمان خانوم. ها بفرمایید. علی خونه است؟ شاید بدون بچه ها کجان ها؟ علی بیرونه، بذارین الان زنگ میزنم. وایستا وایستا، با همین زنگ بزن. جواب نمیده، حتما نمیشنوه. وای چه وضعشه، این چه روزیه. ببین ساعت چنده.
نمیفهمم یهویی همشون کجا رفتن. من بازم به علی زنگ میزنم میپرسم میدونه یا نه. امر دیگه ای دارین؟ نه نه. خوی خدا نکنه انشالله بلای سرشون نیومده باشه. نجات بگو عشقم. خیلی میترسم. چرا میترسی؟ این که از تو جدا بشم. این دیگه از کجا اومد؟ چه میدونم گاهی اینطوری حس میکنم. این ترسو نمیتونم از دلم بیرون کنم. چرا به این چیزا فکر میکنی؟ دست خودم نیست که بخوامم نمیتونم فکر نکنم. انگار میخواد یه اتفاق بدی بیفته و قراره تو رو از دست بدم. وقتی بهش فکر میکنم انگار نفسم میگیره. میترسم نجات. عشقم ما هم دیگر رو دوست داریم. واسه چی باید از هم جدا بشیم؟ نمیدونم. من میدونم. فقط مرگ میتونه ما رو جدا کنه. دیگه هیچ قدرتی برای جدا کردنمون کافی نیست. نگران نباش. تا روز مرگ کنارتم. منم عشقم. میخوام با تو زندگی کنم و با تو پیر بشم. خیلی دوستت دارم. منم خیلی دوستت دارم. کاش همینجا بمونی. هم آرامش داره. هم خیلی نقلیه مگه نه؟ از اینجا خوشت اومده؟ بازم میای. قول میدی؟ قول میدم. تموم شد. یالا بکش. بوسه یه نگاه به این بنداز. اینجا معلومه که ماشین تصادف نکرده. عمدن بهش زدن اوستا. برای پلیس هم گواهی گرفته. آره همینطوره. دوربینای مدار بستم شناساییش کردن. راستش منم شک کردم که این ماشین تصادفی نیست. فیاض پلیس از بچه های محلمون. شاید تو هم بشناسیش. نمیشناسیش؟ داداش فیاض خوب میشناسم. از بهترین دوستامه. میگم اینو بهش نشون بدم. اوستا به نظرم یه ریگی به کفششون هست. خدا به خیر کنه. من دیگه میرم. شب بخیر جناب سرکار. میخواستم یه گزارش بدم. یه تعمیرگاه هست که ماشینای دزدی رو اوراق میکنه.
آره اسمش مرکاراست. نشد که دوباره به اون کلبه بریم نجات. تقدیر اجازه نداد پای قولت بمونی عزیزم. چقدر مطمئن بودی که ما جدا نمیشیم. تو به اون خونه تعلق نداری نجات. اینو خودت هم از ته قلبت میدونی. اینجا همه چیزو به یاد بیار. تا آخر عمر میتونیم اینجا بمونیم نجات. خواهش میکنم به یاد بیار. التماس میکنم. به یاد بیار چطور دوست داشتم. همه ی حرفاتو به یاد بیار. مگه قرار نبود جدا نشی؟ Bu insanlar kim? Nerede gençliğim?